این روزها شاهد صدور قطعنامه‌ها و بیانیه‌هایی در سطح بین‌المللی علیه رژیم هستیم، چه در پارلمان اروپا و چه در مجلس نمایندگان آمریکا یا سنای آمریکا. جوهر این قطعنامه‌ها حمایت از قیام مردم ایرانه. این در حالیه که ادعاهای رژیم اساساً به این فضا نمی‌خوره و با اون جور نیست. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با خانم شهناز فلا، مدیر ائتلاف بین المللی زنان علیه بنیادگرایی در کانادا. خانم فلا، سلام می کنیم خدمت شما و متشکریم از اینکه تونستین وقت بگذاریم و به این برنامه ما وصل بشین. سلام عرض می کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون و خیلی ممنون از وقتی که شما به من دادیم. متشکرم. خانم فلا، شما در جریان قطعنامه های مختلف علیه رژیم هستید که در حمایت از قیام مردم ایران صادر شده. این قطعنامه در حالیه که رژیم مدعی پایان یافتن قیامه، یا به قول خودش پایان یافتن اغتشاشات. خب اگه واقعا قیام تموم شده، رژیم هم به اوضاع مسلطه، پس چرا این قطعنامه ها صادر میشه و چه کارایی داره؟ بله، خدمت شما عرض کنم که همونجور که همه همیهنان عزیزمون اطلاع دارن، به خاطر فعالیت های واقعا خستگی ناپذیر این مقاومت در 44 سال گذشته باعث شده که قطعنامه های خیلی زیادی رو روی میزهای مختلف برای در کشورهای مختلف گذاشته بشه و اونها هم در محکومیت این رژیم جانی هستش. یکی از قطعنامه های که همین اخیراً تصویب شد که توسط رپرزنتیو جاش و تنی هستش که 420 نفر از نمایندگان در رپرزنتیتیو های امریکایی اینو امضا کردن که در واقع صدای مردم ایران باشن و اینکه با کسایی که تظاهر میکنن در ایران همراه باشن و از حق اونها دفاع کنن، برای اینکه اونها فقط به خاطر آزادی خودشون هست که به پا خواستن و بسیار به قول معروف اکثرا هم جوان هستن و تنها یه چیزی میخوان، آزادی برای خودشون و کشورشون میخوان و این رژیمی که در واقع به اسم اغتشاشات میگذاره. و این 420 نفر گفتن که بایستی که صداشون باشیم، بایستی که همراهی کنیم و بایستی که روی رژیم عملا بیشتر فشار بذاریم که بتونه این کارایی داشته باشه. بله، خب این رژیم برخی محافل حکومتیش یا ارگانهاش یا رسانه‌هاش میگن این قطعنامه ها بی اهمیت هستن، یا میگن اینها ضامن اجرایی ندارن. و با توجه به اینکه رژیم در عمل جنایت های خودشو داره ادامه میده، سوالم اینه که واقعا این قطعنامه ها چه چیزی علیه رژیم و به سود مردم ایران داره؟ ببین، این رژیم خیلی اگر به ضررش نباشه مسلما موضع‌گیری نمی‌کنه. خود وزیر امور خارجه و یا نفر دستیارش موسوی میاد میگه که این امریکا با دادن این قطعنامه فکر میکنه که میخواد جلوی به اصطلاح اونها اغتشاشات رو بگیره و یا چه مسئله رو میخواد پیش ببره در برای همین کسایی که به اصطلاح در خیابان ها هستن. مسئله مهم اینه که خب رژیم به لحاظ بین المللی دوچار یک انزوای خیلی شدیدی شده. قطعنامه های پشت سر هم، همجور که در اتحادیه اروپا دارن تمام تلاششون رو میکنن که سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار بدن و یا در کشورهای دیگه، یا قطعنامه هایی که در سازمان حقوق بشر، سازمان بین الملل میده بیرون برای محکومیت حقوق بشر. خب اینا اگر اهمیت نداره و فکر میکنن که اینها اونها رو به انزوا نمیکشونه، که انزوای بیشتر اونها و گوشه، یعنی در واقع کورنر کردن این رژیم و همچنین فشار حد اکثری روی رژیم گذاشتن و سانکشن ها رو بالا بردن و با همین مسئله به رژیم به اصطلاح جلوش وایستادن به طور عملی و حمایت از
تظاهرکنندگان چه در خارج و چه در داخل ایران حمایت از این مقاومت و جلسات پشت سر هم این مقاومت، خب اینها رو پریشان حال میکنه دیگه. اینها رو میدونن که واقعا تحت فشار هستن و مجبور میشن که بیان چیکار کنن، موضع‌گیری کنن. اگر این مسئله مهم نیست، هیچ وقت نمیان در تلویزیونشون یا هر جای دیگه موضع‌گیری کنن. نه تنها موضع‌گیری کنن، بلکه تهدید هم بکنن. مسئله اینه که وقتی به تهدید میرسه، یعنی این کاری که اینا دارن میکنن خیلی کارایی داره. در واقع میخوان یک مقابله به مثلی باش بکنن. چیکار میکنن؟ میان تهدید میکنن. خب اگر شما از تظاهرکنندگان یا به قول اونها هر چی که میگن حمایت کنین، ما هم در مقابل شما همچنین کاری رو میکنیم. میدونیم مقابله به مثلی که میخوان بکنن یا تهدیداتی که میخوان صورت بدن یا گروگانگیری که میکنن در مقابلش، تمام اینها در واقع انزوای رژیم رو نشون میده. از اون طرف هم میخوان سعی کنن که بگن خب دیگه در ایران هیچ خبری نیست، در ایران که هیچ خبری نیست، مردم اعتراض نمی کنن، پس اینا چرا میان این قطعنامه ها رو صدور میکنن؟ در واقع در ایران این انقلاب ادامه داره، مردم در خیابون ها هستن، ما میبینیم که هر روز دارن اعتراض میکنن، ما میبینیم که هر روز دارن بچه های رشید ایران رو اعدام میکنن در اهواز و شهرهای مختلف. همینجوری بچه ها ریختن بیرون و فریاد میزنن مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. و اگر اینها در واقع وجود نداره، پس چرا رژیم به دست و پا میفته؟ مسلماً که وجود داره، یک مقاومتی هست که همه این انسانهای به اصطلاح پولیتیشنهایی که واقعا احساسات انسانی دارن و شریف هستن بلند میشن و از این مقاومت دفاع میکنن. و اینجا یک مقاومت ارگانایزی هست، یعنی این یک انسجامی داره در خودش. و این چه کسی هست که این انسجام رو ایجاد کرده به جز مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت و در داخل کانونهای شورشی؟ خب اگر نبود که ادامه پیدا نمی‌کرد. این ادامه میاد چی میشه؟ باعث این میشه که صداها بلندتر باشه. صداها که رسا میشه، همه میان چیکار میکنن؟ موضع‌گیری میکنن. چجوری موضع‌گیری میکنن؟ از انسانهای پاک که در خیابونها ریختن، بچه‌های ما میان دفاع میکنن، از این نزد و انضباط دفاع میکنن، میدونن که یک اپوزیسیون قوی وجود داره. از اون طرف رژیم چیکار میکنه؟ مجبور میشه بیشتر گروگانگیری کنه و بیشتر بحران ایجاد کنه و بیشتر تهدید بکنه. و اگر همچین چیزی وجود نداره، پس چرا میاد این کارها رو میکنه رژیم؟ بنابراین تأثیر داره، 100% تأثیر داره. هیچ کاری بدون تأثیر نمیتونه باشه در مقابل این رژیم. تشکر میکنیم خانم فلا از وقتی که گذاشتید و تونستین شرکت کنید در این گفتگو. براتون آرزوی موفقیت داریم. خیلی متشکرم، خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. خداحافظ شما. بله خداحافظ شما.